خبری از افغانستان همزمان با دو سالگی فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان و به قدرت رسیدن دوباره طالبان آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل وضعیت افغانستان تحت کنترل طالبان را عمیقا نگران کننده عنوان کرد گوترش سهشنبه شب 24 مرداد در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که جامعه جهانی نباید مردم افغانستان را فراموش کند او تأکید کرده در حالی که دو سال از سلطه دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد، وضعیت در این کشور به ویژه وضع محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران عمیقا نگران کننده است. در همین حال بخش زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که طالبان در دو سال گذشته بیش از پنجاه فرمان، دستور و محدودیت صادر کردند. بخش زنان سازمان ملل همچنین از ایجاد یک صفحه اختصاصی با عنوان بعد از آگوست برای مستند کردن و نشر روایت های زنان افغانستان خبر داده است. همزمان با این ده سازمان حقوق بشری در یک بیانیه مشترک نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران توسط این گروه و عدم پاسخگویی جامعه جهانی را محکوم کردند. در بیانیه این سازمان ها که روز سه شنبه 24 مرداد منتشر شده آمده است که در دو سال گذشته طالبان سیاست های توهین آمیز ای را علیه زنان و دختران و اقلیت های مذهبی و قومی اعمال کردند که آشکارا تعهدات افغانستان تحت قوانین بین المللی حقوق بشر را نقض می کند. این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که مقام های طالبان تفاسیر سختگیرانه خود از اسلام را به مردم تحمیل کردند و زنان بار سنگین قوانینی را که سازمان ملل آن را اپارتاید جنسیتی نامیده است متحمل می شود.